با گرمترین سلام ها به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران سوریه یزدی هستم و صبح خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم دوستان برنامه ما یک تغییر کرد دو مرتبه به جای دوشنبه شد سه شنبه ساعت یازده صبح با تکرار ده شب سه شنبه بنابراین برای شما دوستانی که دوستان من هستین روی فیسبوک که خودتون میرین برنامه ها رو روی فیسبوک نگاه میکنین اگرم که هنوز دوست من نیستین روی فیسبوک باید لطف بکنین به سودی برنت شماره دو برین که در واقع فن پیج من هست و ریکوست بفرستین و سفر رو لایکش بکنین و خلاصه شما رو دعوت میکنن که وارد بشین حسنی که داره روی فیسبوک این هستش که تمام برنامه ها به ترتیب آخر گذاشته میشن چون میبینم که یه سری از دوستان که از روی یوتیوب برنامه ها رو نگاه میکنین سودی یزدی و سودی برنت میگین برنامه های مقدار قاطی هستش بنابراین اگر از فیسبوک نگاه بکنین برنامه ها به ترتیب میان در ضمن در اینجا اعلام بکنم که تا دو هفته آینده فکر میکنم چون الان آخر اکتبر هستش من در نورثن کالیفرنیا سن حوزه بی ایریا یک سمینار دو روزه دارم 16 و 19 نوامبر میشه که دو روز سمینار از صبح تا بعد از ظهر برای دوستانی که علاقه من هستین تشریف بیارین و در بی ایریا تشریف دارین در سن حوزه یا سان فرانسیسکو یا اون دوروورها لطف بکنین زودتر ثبت نام بکنین به خاطر اینکه ما یک قیمت ارزون تر گذاشتیم که شما معتبت بشین زودتر ثبت نام بکنین که ما دستمون بیاد که برای چند نفر باید جا بگیریم بنابراین قیمت هم خیلی ریزنبول هستش که دیگه کسی بحانه ای نداشته باشه که کاش داشتیم و نمیدونم از این داستان ها لطف بکنین روی فیسبوک تمام اینفورمیشن گذاشته شده و همینطور روی وبسایت من sudabe.com -E میتونین تیکتتون رو از اونجا خرید بکنین و از اول نوام قیمت سمینار 50 دلار بالاتر خواهد رفت امیدوار هستم که در این دو روز سمینار بتونین شرکت بکنین چون همیشه برای من خیلی جالبه وقتی میبینیم که افراد چقدر توی زندگیشون موندن و گیج و گم هستن و چیزا کار نمیکنه و ولی کاری هم در موردش نمیکنن یعنی یه کار اساسی که از ریشه به طور کل همه چی رو تغییر بده و کلمه تغییر بده رو هم چون دیروز یه کلاینت داشتم داشتن از من میپرسیدن که من چجوری خودم رو تغییر بدم گفتم در واقع اگر بخوام که این مسئله رو بازش بکنیم ما انسان ها احتیاج به هیچ تغییری نداریم چون از سول در روح ما ما انسان ها همه کامل هستیم و فقط اسنس اصلی ما وجود یا عنصر اصلی ما انسان ها عشق و نور هستش پس اون زمانی که ما خودمون رو گم می کنیم یا خودمون از خودمون دور میشیم تمام مشکلات در زندگی ما خودش رو نشون میده که من هیکلم رو دوست ندارم نمیدونم انگزایتی دارم، فکرم مشغوله، پوستم خرابه به هم میریزه رابطم با زن یا شوهرم خوب نیست، موقعیت مالیم خوب نیست تمام این چیزهای اتفاق میفته اون زمانی که من آگاه نیستم پس در واقع اون زمانی که من به آگاهی میرسم هستش که تازه متوجه میشم پس هیچ چیزی احتیاج به تغییر نداره اون چیزی که من هستم خوبه اون چیزی که من هستم کافیه اون چیزی که من هستم کامله و بنابراین احتیاج به هیچ تغییری نیست ولی به این آگاهی رسیدن خودش یک مسئله فوقلاده مهم هستش خلاصه در این دو روز سمینار ما همه چی رو کاور میکنیم از اینکه من به عنوان یک انسان کیستم و چیستم بدن چهار تا بدن مختلفمون رو بدن سپرچوالمون اون رابطه من با کریترم منتال بادی بدن ذهنی من که ذهن من از اون طرف که میشنویم که ما دو تا قسمت داریم رایت right, طرف راست و طرف چپ به غیر از اون دو مرتبه ما داریم با کانشس زمیر خداگاه زمیر ناخداگاه و در واقع سومیش هم هست سوپر کانشس که یه درجه عمیق‌تر در مرحله ساب کانشس قرار داره اینها رو همه رو باز میکنیم که فکر من چجوری کار میکنه دنیای خارجی رو یا واقعیت رو ذهن من چجوری میبینه و چجوری انالایزش میکنه بدن احساسی من بعد از اینکه تمام این اطلاعات مثل ستلایت گرفته شد و بدن احساسی وارد شد من چجوری احساس میکنم اون احساسات من دو مرتبه برمیگرده به بدن فیزیکی من و همونطوری که همیشه از من شنیدین و باز هم برای کسانی که ممکنه برای اولین بار دارین این برنامه رو نگاه میکنین باید به خاطر داشته باشیم که این ذهن هست که این بدن فیزیکی رو میسازه پس تمام مشکلات مشکل بیماری نمیدونم کمبود انرژی پوست پوست من جوش میزنه تمام این چیزها کرییشن یا خلاقیت ذهن من هستش اوکی؟ پس بدن فیزیکی در واقع یک بخشی هستش که به من نشون میده که چی احتیاج به کار داره در مرحله بعدی از نظر اسپرچولی یا از نظر ارفانی تمام مریضی ها و بیماری ها و تمام دردها یک معنی دارن که اگر فرزن من گردنم درد میکنه یا شولدرم درد میکنه اون نشانه ترسه یا اگر زانو درد دارم دو مرتبه نشانه ترسه پس هر کدوم از این مریضی ها بیماری ها و درد ها بر گردن به یک بخشی که به من نشون میدن که من روی چه چیزی باید بیشتر کار بکنم خب پس در این چند روز ما همه اینها رو کاور خواهیم کرد چاکراها رو هفتا چاکرای اصلی رو دونه به دونه میریم هر چاکرا نشان دهنده چه چیزی هستش و چطور اون قفل که در این چاکراها به وجود میاد جلوگیری میکنه از اینکه فرزن من رابطم با دیگران خراب باشه یا دنبال شهرت و ثروت و محبوبیت باشم تمام اینها رو ما بخش بندی می کنیم که در کدوم چاکرا هستش و وقتی که چاکرا قفل داره حالا چجوری این قفل رو در بیاریم که این دو مرتبه این چرخ دو مرتبه شروع کنه به چرخش خودش ادامه بده اوکی؟ پس این از این داستان این هست خب پس دوستانی که فکر می کنین که یک تکونی لازم دارین لطف کنین به این سمینار تشریف بیاریم حالا میرم سر این که قبل از اینکه فراموش بکنم میخوام راجبه محصولی که جدیدن دارم روش کار میکنم یک توضیح کوتاهی بدم چون روی فیسبوک به زبان فارسی و به زبان انگلیسی راجب به بی صحبت کردیم در ضمن خودتون اگر لطف بکنین برین توی وبسایت پراداکت بی تمام ویدیوها در اونجا گذاشته شده تحقیقاتی که سی تا دانشمند که پشت این هستن در موردش توضیح داده شده ولی به طور خلاصه پرادکت بی در واقع میگن ایج ریورسینگ که سن ما رو به عقب برمیگردونه اون اقربه رو خب پس توضیحاتی که میخوام خیلی خلاصه در این مورد بدم این هستش که تلمیرز ها یا کورتوزون ها در دورانی که ما جوون هستیم اونها خیلی قدشون بلنده و کشیده تر رنگشون روشنه به مرور زمان که ما سنمون بالا میره یواش یواش اینها کوتاهتر میشن و بعد رنگشون تغییر پیدا میکنه از اون رنگ طلایی یواش یواش تیره میشن کسانی که کنسر دارن ام دارن بیماری های شدید دارن وقتی که توی آزمایشگاه نگاه میکنیم به تلمیرس ها میبینیم که رنگشون کاملا مشکی یا حالت قهوه‌ای پیدا کردن پس در واقع قرص پرادکت بی کاری که انجام میده این هستش که این تلمیرز ها رو که به مرور زمان قدشون کوتاه شده رو دو مرتبه بر میگردونه لانگیت میشه پس در نتیجه من دو مرتبه شروع میکنم احساس من بدن من دو مرتبه احساس میکنه که جوون شده و طبق اون چیزی که من فکر میکنم یا ذه، ذهن من به من نشون میده من عمل میکنم خب پس بنابراین یه دونه یادم یه بار دیپاک چوپرا رو داشتم گوش میکردم و دیپاک چوپرا صحبت میکرد راجع به یک سنتری که درست میکنن که افرادی که سنشون توی 90 سالگی بین 90 تا 95 و 97 بود این افراد میان میبرنشون توی اون سنتر توی اون سنتر همه چی رو برگردونده بودن به زمان 60ز سال 1960 برابری وقتی این افراد میرن اونجا میبینن که مجله هایی که اونجا گذاشته شده بود مجله هایی بود که در سال 1960 بیرون بود طوری که اونجا رو فرنیچرش رو درست کرده بودن به همون استایل بود و بعد از یک مدت متوجه شدن که وقتی که این افراد رفتن اونجا اون تغییر زمان باعث شد که ذهن اینها دو مرتبه اونها رو برگردون به زمان 1960 پس یواش یواش دیدن اون فرزن خانمی که آرتروز داشت و انگشتاش خموده شده بود و دیگه اون قابلیتی که بتونه انگشتش رو باز و بسته بکنه اون درد اجازه نمیداد به مرور زمان دیدن که انگشت ها که دیفورم شده بودن از حالت عادی خودشون در اومده بودن دو مرتبه برگشتن به حالت جوونی و این رو کاملا توی فیزیکال بادی افراد دیدم خب پس این به ما نشون میده که ذهن ما واقعا چقدر پاورفول چقدر قدرت داره پس بنابراین یکی از چیزهایی که روی این تلمیرز نشون میدن به شما نشون میدن که وقتی که رت ها رو رتی رو که پیر شده موهاش ریخته شده یه مقدار دم سنش موهاش ریخته و سفید و سیاه شده و چاق شده و حالت خموده پیدا کرده بعد از سه ماه که روی این این رو بهش پروجکت کردن و بعد از شیش ماه و بعد از نه ماه نشون میده که این رد دو مرتبه نه تنها تمام موهاش برمیگرده بلکه مویی که سفید و سیاه بوده برمیگرده به رنگ مشکی براق و یواش یواش هیکلش لاغرتر و دو مرتبه برمیگرده سر جای خودش اون حالت که نگه میداره پس بنابراین این باعث شد که این قرص توجه من رو بگیره و فکر میکنم یه کمکی باشه برای افرادی که به خصوص بیماری های خیلی سنگین دارن یا کسانی که سنشون رفته بالا و خیلی احساس درد ناتوانی و کمبود انرژی میکنن و همونطور که میدونیم یک مقدار ساپلمنتیشن اثر میذاره یک مقدار که نمیتونم بگم مقدار زیادی فرزنج زمانی که کسانی که الزایمر دارن یا کسانی که تمرکز فکری ندارن یا حضور ذهن ندارن ما میدونیم که قرص گینکو بیلوبا که جینکو نوشته میشه ولی ما پرونانسش میکنیم گینکو بیلو با یا همون گینکو هم اگر بگین همه میشناسن جینکو هم میتونین بگین که این قرص کمک میکنه به تمرکز فکری و تمرکز حافظه کمبود ساپلمنت ها فرزن نشون دادن که کسانی که الزار داشتن وقتی که میزان ویتامین دی رو اضافه کردن وقتی مگنزیومشون رو بیشتر کردن اینها یک مقدار تمرکز فکری و ذهنیشون بیشتر شد اوکی؟ خب حالا امروز میخوام راجب به دو تا چیز صحبت بکنم چون که این چند ماه اخیر خود من یک مقدار ریسرچ بیشتری روش کردم و مطمئن هستم که این ریسرچ به همه شما هم کمک میکنه این دو تا قضیه یکیش کندیدا هست و یکی دیگه بهش میگیم تو انگلیسی گات لیکی گات قضیه کندیدا رو اولش میرم چون با خیلی ها که میپرسیم که میدونین کندیدا چیه میگن نه و میخوام به شما بگم که کندیدا لیکی گات گات که شکمه تو انگلیسی دیدیم که میگیم که listen to your gut به گاتت گوش بکن چون اون چیزی که اون به تو میده اون پیامی که میده وقتی که شما عاشق میشین دیدیم میگیم که تو شکمم تو زبان انگلیسی میگیم I feel butterfly پروانه احساس میکنم یا اینکه وقتی که یه جای میریم نروس میشیم یا تو شکممون احساس میکنیم که خالی میشه میچرخه بعضی ها حالت دایریا پیدا میکنن پس در واقع گاتو بهش میگن مغز دوم چون نه به کاملا صد درصد به اندازه مغز ولی حدود میتونم بهتون بگم می 70 80 درصد میگن مغز دوم ما در شکم ما هستش که اون زمانی که من بیشتر اینتویتیو هستم بیشتر احساسا رو میگیرم بیشتر تبد... یعنی با بدنم بیشتر در تماس هستم و اون رابطه کامینیکیشن با ما با همدیگه به خوبی رد و بدل میشه اون مرتبا به ما پیام میفرسته همونطوری که میبینیم فرزن کورتوزول که بدن در زمانی که ما روی ترس و وحشت و دلهوره هستیم کورتوزول ترشح میکنه اوکی؟ و بعد گفتیم که کورتوزول باعث میشه که چربی بیشتری در ناحیه شکم جذب شه وقتی که ما به چاکراها نگاه میکنیم میبینیم که چاکرای شکم زیر ناف بخشی هستش که تمام احساسات من رو نه فقط انالایز میکنه بررسی میکنه بلکه ترس و وحشت و عشق و دلهوره و بالا پایین شدن تمام اینها در چاکرای شکم صورت میگیره خب حالا وقتی که راجب لیکیگات میگیم یعنی که این قسمت شکم روده ها یا لاینینگ های شکم لیک پیدا کردن سوراخ شده و چکه چکه میکنه حالا این کندیدا و لیکی گات سیندروم این دوتا با همدیگه کار میکنن یکی از فکترهای اصلی اونها که روی همه چیز روی جنرال هیلس ما سلامتی کامل ما اثر میذاره چیه؟ استرس ما هستش خب پس استرس باعث کندیدا میشه کندیدا لیکیگات رو به وجود میاره لیکیگات دست با دست با کندیدا کار میکنن حالا میخوام اینو کاملا برای شما بازش بکنم که متوجه بشیم که قضیه چیه اول شروع میکنم با کندیدا کندیدا چیه؟ کندیدا یه سری باکتری هستن خب که در اول در روده کوچیک و در روده بزرگ وجود دارن پس بنابراین ما همیشه نمیتونیم باکتری رو با دید بد بهش نگاه بکنیم یا بهش حمله بکنیم چون باکتری ها میتونند در واقع عمل خوبی هم انجام بدن یعنی اگر که ما معدمون باکتری نداشت هر چیزی میتونست وارد بدن ما بشه و اینکه هیچ سلاحی نبود که ازش جلوگیری بکنه برای اینکه اون شیء خارجی وارد بدن بشه حالا ما دو نوع باکتری داریم باکتری بد داریم و باکتری خوب داریم باکتری های خوب رو بهشون میگیم اسیدافلس و بیفی دوست. و دلیل اینکه به شما میگن ماست بخورین ماس خیلی خوبه چون ماست در خانواده لبنیات تنها چیزی هستش که اون پروبایاتیک ها یا فرندی بکتری باکتری های دوستانه که همون اسیدافلس و بیفیدوس هستن رو داره با خودش اوکی؟ پس بنابراین کندیدا در زمانی که این باکتری های خوب و دوستانه از بین میرن باکتری های بعد رشدشون خیلی سریع و خیلی زیاد میشه زمانی که باکتری های بعد رشدشون زیاد میشه اون وقت مشکلات ما از قبیل یست اینفکشن رحم که چرک میکنه نمیدونم عفونت ها یا نمیدونم ورم شکم ورم معده هضم و جذب نشدن غذای ما و تمام این اتفاقا میافتن خب و اون باکتری های بعد یکی از دلایلی هستش که باعث به وجود اومدن حالا لیکیگات میشه که اون در شکم ما یه سری پورس هستن که این پورس ها وقتی که غذا وارد روده میشه اینا شروع میکنن مثل براتون مثال بزنم که متوجه بشین دیدین وقتی ماشینتون رو میبرین توی کارواش یه چیزی هستش که میاد اینجوری حالت خشن داره و با آب و صابون اینا رو حالت مالش میده در روده ما هم یک همچین چیزی وجود داره خب ولی زمانی که باکتری های بد زیاد میشن یا زمانی که شما مثلا دوران خیلی طولانی مشکل یوبوست داشتین و شروع کردین لکستیو استفاده کردین یا سنا استفاده کردین اون باعث شده که این پورس ها یواشواش از بین رفتن و فعالیتشون کم شده خب پس در نتیجه باکتری های بد در این زمان بیشتر میشن بیشتر رشد میکنن اوکی. Okay. پس بنابراین چه چیزی باعث میشه که باکتری های خوب ما از بین برن هر زمانی که شما مدیکیشن استفاده بکنین فرقی نمیکنه یه دونه آسپرین میخورین که خونتون به گفته خیلی از دوستان ما رقیق بشه که پیشنهادم میکنم چه اینکه تاینال بخورین ادویل بخورین قرص انتای دیپرشن بخورین کورتون استفاده بکنین آنتی بیوتیک بخورین پنسیلین بخورین یا اینکه به فرم کرم شما آنتی بیوتیک کورتون رو به بدنتون بزنید هیچ فرقی نمیکنه چون بدن بلافاصله پرس ها اون رو به توی خودشون میکشن اوکی پس بنابراین فلورایدی که توی آب هست وقتی که خمیر دندون میخرین نوشته که با فلورایده اون فلوراید باعث میشه که باکتری های خوب معده از بین میرن اوکی برای همین هستش که امروز اگر نگاه بکنه میبینین که وقتی شما خمیر دندون طبیعی میخرین روش نوشته free from فلوراید فلوراید درش وجود نداره پس بعد میرین روی غذایای احساسی ما استرس من دیپرشن من کینه من حس عقب افتادن من تمام این احساسات بعد دو مرتبه چیکار میکنن باکتری های خوب معده رو از بین میبرن اوکی خب پس در زمانی که باکتری های خوب معده که قراره که فانکشنشون این باشه که وقتی یک شیء خارجی میاد وقتی که شما یه چیزی که یه غذایی میخورین که فرزن مونده یا مسمومه یا به یه چیزی دست میزنین که کثیفه یا یه کسی که سرما خورده جرم و میکروب رو این باکتری های خوب مسئولیتشون به اضافه وایت بلاید سلز سلول های سفید کارشون این هستش که اون شیء خارجی رو که برای بدن ما خوب نیست یا باهاش آشنایی ندارن نا آشنا هستش قراره که با اون مبارزه بکنن که اون میکروب و جرم از بین بره حالا با خوردن آسپیرین و تایننال و نمیدونم استرس و تمام این داستان ها ما اون باکتری های خوب رو از دست دادیم پس زمانی که باکتری های خوب از دست میرن باکتری های بد که بهشون کندیدا میگیم اونا شروع میکنن بلا فاصله میکنن و زیاد میشن خب حالا این داستانه که باید چجوری ما باید از این رشد کندیدا جلوگیری بکنیم یه پراسس خیلی مشکله مشکل از نظری که تغذیه در اینجا فوقالعاده نقش داره کندیداها به طور کلی از گلوکوز تغذیه میکنن گلوکوز چیه هر زمانی که شما و من کاربوهایدرت میخوریم حالا بهتون میگن هولویت خیلی خوبه هو خیلی خوبه کینوا خوبه نمیدونم چی بهتون بگم سریالایی که تمام گرین هستن همینا خوبه متاسفانه چه شما اونو بخورین چه برنج وحشی بخورین چه نمیدونم برنج قهوه‌ای بخورین میوه بخورین اصل بخورین آب نبات بخورین شکلات بخورین تمام اینها زمانی که شکسته میشن برای اینکه بدن من بتونه اینها رو استفاده بکنه و به فرم انرژی ازش استفاده بکنه تمام کار های خوب ما هم در اثر شکسته شدن به فرم گلوکوز در میاد آن. مشکل انجاست پس بنابراین زمانی که من کندیدا در بدنم هستش تمام کاربوهایدرت ها باید قطع بشن و اینکه یه دونه تا استادی کردن توی استرالیا چون الان میبینیم که خب مسئله گلوتن خیلی داره رایج میشه افراد کم کم دارن آشنا میشن با اینکه گلوتن چی هستش و برای ما بده و مزره و من توی لکچر هم همیشه یه بخشی رو راجع به کندیدا راجع به گلوتن سنسیتیویتی راجع به اینا همیشه صحبت میکنم ولی مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که افراد فکر میکنن که گلوتن فقط توی گندم و جو و هر چیزی که آردی هستش در صورتی که یه تحقیقات کردن در استرالیا و گفتن که گلوتن در 400 نوع گرین وجود داره یعنی چی؟ یعنی کینیوایی که من و شما فکر میکنیم خیلی برامون ما خوبه اون کینیوا هم گلوتن درش وجود داره پس هر کدوم از اینا به یک مقداری درشون گلوتن هست پس اگر که شما میخوان از کندیدا و رشد کندیدا جلوگیری بکنین شما باید بهشون ایشون قهدی بدین وقتی میخوان بهشون ایشون قهدی بدین یعنی تمام اینها باید قطع بشن خب پس در نتیجه سوال اینجا پیش میاد که چی میمونه؟ سبزیجات فرزن براکلی و گل کلم و نمیدونم اسفناج و کیل و کاهو و خیار و براسل سپراتس و اینا سپرلینا خزه دریایی اینا هیچ کدوم توشون چیز نیستش گلوتن نداره و قند درشون نیستش کاربوهایدرت هایی که نشاسته ندارن به اضافه پروتین ها گوشت قرمز، گوشت سفید، مرغ، ماهی تمام اینها درشون گلوتن نیستش. خب پس برای اینکه من کندیدا رو از بین ببرم باید برم روی یک رژیم پروتئین به اضافه فقط سبزی، سالاد و جوانه. اینجاست که برای خیلی از افراد دشوار میشه. حالا کندیدا دوستان یه چیزی نیستش که شما فکر بکنین که مثلا من یه هفته قطع میکنم از بین میرم نه این یک پراسس طولانیه به خاطر داشته باشین که شما در مدتون تمام باکتری های خوب رو از بین بردین تا زمانی که این باکتری ها بخوان دو مرتبه ریجنریت بشن تمام اون مشکلاتی که در روده و معده و شکم و بد میزنه کندیدا میزنه به قسمت های مختلف از شکم شروع میشه ولی بعد شروع میکنه در خون گردش پیدا میکنه به کبد میزنه به وارد مغز میشه فاگینس ما نمیتونیم درست تمرکز داشته باشیم نمیدونم دید چشممون خراب میشه انرژیمون پایین میاد تمام این قسمت ها از کندیدا به وجود میاد خب پس بنابراین اگر از من بپرسین چه دورانی من باید این رژیم رو رایت بکنم من به شما میگم a minimum of 6 months minimum 6 ماه یعنی حتی ممکنه شما باید تا یک سال هم این رو رایت بکنید در کنارش پروبایاتیکس باید بخوریم یعنی اسید آفلس و بیفیدوس باکتری های خوب رو شما باید پروبایاتیکس رو صبح استفاده بکنین شبم استفاده بکنید وقتی هم که پروبایاتیکس میخرین باید دقت بکنین پروبایاتیکس تا چندین تا چل بلیون هم میره بعضی وقتا میبینین که شما فرزن کمپانی عادی تمام رایده ای دونه میدونم همه اینا اسید آفلس میزنن نیچر میت تمام این کمپانیا ها همشون میزنن ولی وقتی میرین مثلا توی ویتامین شاپ یا هوفود و اینا میبینین که اینا یه سریشون توی یخچالن اونا درصدشون خیلی بالاتر میره اوکی بنابراین اونا سریعتر کار میکنن پس بنابراین شما احتیاج دارین که اسید اسیدافلس یا بیفیدوس استفاده بکنید من ماس رو پیشنهاد نمی کنم چون لبنیات دو مرتبه خودش مشکل به وجود میاره شما اون اسید و بیفیدوس رو خیلی راحت تر با خوردن قرص میتونین به بدنتون برسونین با میزان و دوز بالاتر ساپلمنت بعدی برای از بین بردن این گارلیکه شما میتونین سی رو خام و طبیعیش رو بخورین میتونین توی غذاتون بریزین میتونین از روغن سیر استفاده بکنین چیز دیگه که پیشنهاد میشه استفاده بشه زینکه دو مرتبه زینک به این قضیه کمک میکنه و یک سری گیاهان هستن که این گیاه ها دو مرتبه کمک میکنن که این کندیده ها زود از بین بره یکی از اونها اورگن اویله اورگان اویل رو نمیدونم حتما همتون میشناسین چون اورگانا رو شما توی غذای عادیتون استفاده میکنید ولی روغنش خیلی کانسنتریته یعنی شما یه دونه قطرش رو که میریزین زیر زبونتون یهو احساس میکنین که همه سینوساتون باز میشه و خیلی قویه بنابراین اورگانو یکی از اورگانو اول یکی از چیزهایی که برای کشتن کندیدا از بین می... کمک میکنه همینطور برای از بین بردن انگل کسانی که ممکنه کرم داشته باشیم این قضیه پریسایت کرم ها و یا انگل ها خیلی قضیه جالبیه چون که اکثر ماها یعنی یه تحقیقات داشتم بر من فرستادن از این سازمان پزشکی که میگفتن که حدود 98 درصد یا 97 درصد افراد اگر اشتباه نکنم در بدنشون انگل هست و اونم حالا فقط به این از اونجایی نمیاد که ما فرزن چه میدونم ماهی خام بخوریم خیلی از چیزهای دیگه تو بدن ما دو مرتبه انگل های مختلف هستن رشد میکنن اگرم که جرعتش رو داشتین میتونین برین روی وبسایت بزنین پرساد یا روی یوتیوب میبینین که فرزند داشتم نگاه میکردم یه آقای بادی بیلدر رو که حدود یک نمیدونم نیم پاند اگر اشتباه نکنم یا یک پاند از توی شکم این آقا کرم در می آوردن و همشون هم خیلی بلند و سفید بودن چون به همدیگه چسبیده بودن وقتی جراحا داشتن کار میکردن اون کسی که وایس اوور گذاشته بود روش میگفتش که اشتباه نکنین فکر نکنین که اینا اسپاگتی اینا انگلن خب پس بنابراین اون انگلا هم که دیگه امروز وقت نداریم واردش بشیم به خاطر اینکه داستان زیاد داریم اونام هم که برای خودشون کارهای خودشون رو انجام میدن و نمیدونم داستانهای خودشون ولی یه چیزی الان به توجه هم اومد که راجب پرسایت که میخوندم یکی از چیزاش همون فسفودا بود همبرگر و نمیدونم تمام این داستانها که میگفتن چقدر باعث میشه که شما در بدنتون انگل به وجود بیاد حالا برگردم سر قضیه کندیدا پس کندیدا تازه ما من خودم کندیدا دیتاکس دارم که شما این قرصا رو باید مجموعا سر موقع صبح بخورین شب بخورین و اونا کمک میکنه که زودتر یکی از چیزاش این هستش که کمک میکنه که باکتریای های خوب مده سریعتر برگردن کمک میکنه که انگل ها و این کندیده ها سریعتر از بین برن و بعد اینکه شما ممکنه وقتی که میرین روی این پاکسازیه دو سه روز خیلی احساس خستگی بکنین و اون طبیعیه به خاطر اینکه در دورانی که این باکتری بد و نمیدونم سلول هایی که مردن و توی سیستم مونده بودن بدن با تمام این آتاشقالا عادت کرده بود حالا وقتی که شما میان پاکسازی میکنین و به خصوص میان این قرصا رو میخورین که دیتاکس میکنه سریعتر خارج میکنه بدن شما خود حالت ویدرا میکنه یه حالتی مثل موتادی میمونه که به اون مواد مخدر عادت کرده ولی وقتی ازش میگیرین میبینین حال تهوع دست میده میلرزه گرد و سرد و گرمش میشه امکان داره که یکی از این حالت ها برای شما پیش بیاد امکانم داره که پیش نیاد ولی کلا استفاده کردن اون دیتاکس همراه با این کمک میکنه که پراسس شما سریعتر بشه خب این از این حالا میرم توی قسمت لیکیگات اگر که گات من لاینینگای شکم من توشون یه سوراخ پیدا شده حالا اینو وقتی که تحقیقاتشو میبینین یا میخونین میگن که شکم ما اگر در نظر داشته باشین که این لاینینگ شکم یه آدم سالم هستش ببینین انگشتان من خیلی تایت توی همدیگه رفتن خب ولی در زمانی که کندیدا وجود داره و باکتری های خوب از بین رفتن این شروع میکنه لای این لاینینگ یه مقدار باز میشه پس حالا در اثر باز شدن اینها وقتی که غذاهایی که ما میخوریم میدونین که انقدر خورد میشن و ریز میشن که به یک مولکولهای های خیلی کوچیک تبدیل میشن پس بنابراین اونها در زمانی که این استامک ما تایت هستش میتونن عبور پیدا بکنن میرن تو روده بزرگ از روده بزرگ میان تو روده کوچیک و میرن توی آم... کلمه فارسی رو مقعد نمیدونم چی خارج میشن اما زمانی که باکتری های بد زیاد رشد کردن و باکتری خوب اینا بینشون فاصله میفته حالا این فاصله چیکار میکنه کمک میکنه که غذاها قبل از اینکه بخوان خیلی هضم و جذبشن و به اون مولکول های ریز برسن اونایی که درشت ترم هستن و هنوز هضم و جذب نشدن از این خارج میشن چجوری متوجه این قضیه میشن زمانی که شما میرین توی آزمایشگاه توی لب به شما دو تا شکر میدن یه شکر ریزه و یه شکر درشته و زمانی که شما رو آزمایش میکنن و مدفوع شما رو چک میکنن اگر که اون شکر درشت در رو هم ببینن توی مدفوع یعنی مطمئنا شما سوراخ داره در توی شکمتون اون لیک یا سوراخ در اونجا به وجود اومده برای همینه که اجازه داده که اون, مولکول بزرگ هم خارج بشه خب حالا اگر که من لیکی گاد دارم این خودش کلی مشکل بر من به وجود میاره چرا به خاطر اینکه نه فقط غذاهایی که هضم و جذب نشده خارج میشن بلکه کلی شما در نظر داشته باشین که روده بزرگ و کوچیک ما یک جای تاریک و مرتوبه و من و شما میدونیم که هر جایی که تاریک و مرتوب و هیومده محل رشد باکتری و ویروس و قارچ و تمام این داستان ها میشه خب پس بنابراین تمام اون میکروب و جرم و نمیدونم تمام اینها هم از توی این سوراخ خارج میشن وقتی که خارج میشن اینا شروع میکنن مشکل به وجود میارن بدن من مسموم میشه در اثر مسموم شدن شروع میکنه ریاکش عکس نشون میده درسته پس بنابراین شکم من ورم میکنه بلودد میشه حالم بد میشه سردرد میگیرم انرژیم پایین میاد نمیدونم سرطان میگیرم بدنم از فعالیت میفته ام اس میگیرم تمام این چیزایی که بهتون میگم دیپرشن انگزایتی تمرکز فکری نداشتن تمام این مسائل میتونه دلیلش از همون لیکیگات بیاد یا اون سوراخی که در لاینینگ های شکم به وجود اومده خب پس بنابراین وقتی همه چی میتونه از این تو خارج بشه یعنی کلی جرم و میکروب و سموم هی شروع میکنه در خون من به جریان میفته و تمام اینا رو در سیستم بدنی من میچرخونه و یکی دیگه از اون چیزا چون داشتم دو مرتبه تحقیق میکردم روی مشکلات پوستی مثل اگزما مثل سورایسس مثل قارچ و فانگس تمام این چیزها دو مرتبه اونم که میخونین امکان داره که زمینه کندیدا باشه به احتمال خیلی زیاد یا میتونه لیکیگات باشه که گفتیم این دوتا هندین هند با همدیگه کار میکنن یکیشون باعث به وجود اومدن اون یکی میشه مثل دیپریشن و استرس یا انگزایتیه خب پس بنابراین در این زمان چه اتفاقی میفته فرزن موقعی که من راجع سورایسس یا فانگس و اینا میخوندم میگفت زمانی که این یه ایمیون دیزیزه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فرزن نون میخورید. همین این چون این قضیه برای من خیلی جالبه که خیلی وقتا به افراد میگم گروه خونیتون چیه تا من به شما بگم آلرژی غذاییتون چیه میگن نه من آلرژی غذایی ندارم شما نمیدونین که آلرژی غذایی دارین اما فرزن شما بلاد تایپتون اوه و شما به گندم و جو و گلوتن و تمام اینها آلرژی غذایی دارین شما اینو میخورین همون نونی که بهتون خیلی دیگه پیشنهاد میشه میگن هول گرین بخورین که سبوسش بشه از نظر خودتون دارین خیلی خوب تغذیه میکنین تغذیهتون خیلی خوبه ولی شما متوجه نیستین که بدن شما اون گلوتنی که در اون نون وجود داره گلوتن چیه؟ یک پروتینه تک پروتینه از اون 21 امینو اسید که میگیم یه دونه پروتین بدن شما نمیتونه اونو هضم و جذبش بکنه پس شما نون هولگرینتون رو میخورین بدن یا میبینه که گلوتن میره تو کبدین شکسته میشه میاد بیرون گلوتن میاد توی بدن بدن چون گلوتن و بهش آلرژی داره نمیشناستش چی کار میکنه؟ شروع میکنه حمله میکنه که اون از دید بدن ما اون گلوتن شیء خارجیه پس این میشه ایمیون دیزیز یعنی اینکه که بدن خود من مولکول های بدن خود من به خودشون حمله میکنن و شروع میکنن هی انتایی چیز میسازن هی دور این شروع میکنن هی بیلداپ میکنن اون قضیه چی میشه باعث مشکلات پوستی میشه من قارچ میگیرم سرایسز میگیرم اگزما میگیرم و مشکلات خیلی چیزای دیگه همونطور که بهتون گفتم از قبیل تمام این چیزها پس میگن آلرژی دو مرتبه عدسه سرماخوردگی کسایی که آلرژی های خیلی شدید دارن که با هیچ چیزی از بین نمیره تمام اینها نشانه امیون دیزیزه که بدن ما یک شیعی واردش میشه اون شیع رو نمیشناسه به عنوان یک چیز خارجی شروع میکنه خودش به خودش حمله میکنه خب لیکیگات هم از همین قضیه میاد کندیدام از همینجا میاد حالا چرا من دارم انقدر فشار میذارم روی این قضیه به خاطر این هستش که متاسفانه ما در دنیایی هستیم که ام نه اینکه علم به اندازه کافی پیشرفت نکرده میخوام اینو به یه جور خوبی بگمش که خراب از کار در نیاد منتها زمانی که ما میخوایم بریم که آزمایش بشیم زمانی که میخوایم ببینیم چیه متاسفانه کال ها اینجا کسایی که دارن قرص و دوا میفروشن کسایی که اه, چیز میکنن اینا ملتای بیلیون دلار کمپانی هایی هستن که نمیخوان شما و من آگاه بشیم اگر شما آگاه بشین که شما برای دیپریشنتون نباید قرص افسردگی بخورین برای اسید مدتون که میزنه بالا هارت برنتون نباید دارو استفاده بکنین برای اینکه شکمتون ورم میکنه نباید قرص بخورین برای چه میدونم امستون برای سردردتون برای آرتروزتون برای این چیزا نباید قرص بخورین این کمپانیا ما راجب به هزار دلار رو نمیدونم صد هزار دلار صحبت نمیکنیم کنیم به بیلیون دلار ها داریم صحبت میکنیم پس در نتیجه چه اتفاقی میفته اینا نمیخوان که شما آگاه بشین پس اینو یه جوری سیکرت نگرش میدارن تا زمانی که شما و من آگاه نباشیم ما رو برین واش میکنن یه جوری به ما یاد میدن که شما سر درد میکنه تاینلال هست آگه رو نگاه کنین ده تا براتون چیز دارن که تاینال اگر نمیخوای بخوری ادویل بخور ادویل نمیخوای بخوری اینو بخور اونو نمیخوای بخوری این همه برای شما انتخاب گذاشتن خب دلش اینه که من دارم اینقدر فشار میرم چون میخوام شما بیدار بشین که شما نباید مصرف کننده باشین شما نباید بیفتین تو این دامه شما با آگاه شدنتون متوجه میشین که شما باید به سورس اصلی برین سرس اصلی شما ممکنه کندیدا باشه ممکنه لیکیگات باشه اون باید حل بشه هر چی شما قرص و دوا بخورین اون لیکیگات شما بدتر میشه برای اینکه من به شما گفتم گفتم دلیل اینکه کندیده ها زیاد میشه به خاطر قرص شیمیایی که شما میخورید پس شما هیچ زمانی خوبه خوبه خوب 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 نخواهید شد اما شما همیشه مصرف کننده خواهید شد چون قضیه از ریشه که حل نشده که بنابراین با زمانم که میگذره با سنم که میره بالا با انگزایتی شما هم که بیشتر میشه شما مریضتر و مریضتر و بیمارتر میشین برای همین هستش که ما فکر ما انسان ها فکر میکنیم کامنه که ما باید پیر بشیم و هر سن ما میره بالاتر ما باید فرسود نه این نیست این درست نیست این دو مرتبه یکی از اون کانسپت های اشتباهیه که به ما دادن شما هر چیز سنتون بالا تمیره قرصاتون نباید تعدادش بیشتر بشه این سیستمی که به شما یاد دادن این یکی از اون باورهای اشتباه که شما باید بیدار بشین و بفهمین نه من سنم, با... من سنم نباید اصلا در بالا بره من نباید بدنم پیر و فرسوده بشه من نباید موقعی که 60 سالمه 8 تا ده تا 15 تا قرص بخورم برای کلسترول بدن برای دیابتم برای قند خونم برای این و این و اونم پس دلیلی که من دارم دوستان جانم تم شدین دلیل این که من دارم انقدر فشار و زور میارم برای آگاهی شماست اگر که شما آگاه بشین به من چیزی نمیرسه ولی خوشحال هستم که حداقل من تونستم اگر دو نفر این برنامه رو نگاه بکنن و دو نفر آگاه بشن ممکنه اون دو نفر بتونن روی دو نفر دیگه اثر بذارن بنابراین ما از مصرف کننده بودرمون در میایم و چی میشیم؟ سالمتر میشیم دوستان عزیز وقت برنامه تموم شد بنابراین برنامه, برنامه رو لطف بکنین روی فیسبوک سودی برنت فن پیج من برین اد بشین برنامه رو نگاه بکنین اگر که میخواین منو هایر بکنین به عنوان پرسونال ترینر در زمینه ورزش به عنوان کانسلینگ تو زندگیتون موندین هیکلتون خوب نیست درآمدتون اوکی نیست اعصابتون به هم ریخته رابطتون کار نمیکنه هر کدوم از این داستانا رو که دارین من لایف کوچینگ هم میکنم به غیر از اینکه کار هیلینگ هم انجام میدم بنابراین اگر علاقه من هستین به من به سودی یا یا سودی برنت ایمیل بزنید سمینار من هم یادتون نره در نورتن کالیفرنیا بی ایریا سن هوزه نومبر 18-19 با آرزوی بهترین ها و عشق برای همه شما I love you